میگم از خونه ای که یک سال تموم انتظار کشیده. من برم چمدونا رو بردارم. امیدوار باش. خدایا شکرت. بالاخره بعد از یک سال دوباره چراغای این خونه روشن شد و همه چیز سر جای خودش برگشت. خانم خانوما نکنه وقت تو بردن چمدونا به من کمک کنید. خسته میشید ها؟ بفرمایید. نخیر شما بفرمایید. آه خانوما مقدمن. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. نمیشه. بفرمایید. اندازه 10 سال طول کشید. غم غربت و بدبختیاش از یه طرف، غم بیماری پریا از طرف دیگه. چی شد؟ احتمال دکترای اینجا به اطمینان دکترای آلمان تبدیل شد. سرطان؟ درمان؟ دکتر وولف میگفت اگر 6 ماه زودتر اقدام کرده بودیم میشد جلوی پیشرفتشو گرفت، ولی حالا دیگه خیلی دیره. خودش هم میدونه؟ نمیدونم، شاید بدونه، شاید هم نه. غم بیماری پریا دیگه جایی برای غم غربت باقی نذاشت. این برای هر پدر یه آرزوه که دخترشو به ثمر برسونه، اما وای به روزی که این آرزو تبدیل به یأس و ناامیدی بشه. اون وقت راستی از مصطفی اینا چه خبر؟ قرار شده بود به مجرد اینکه شما از سفر برگردین با پسرش سیاوش بیان و پریا رو نشون کن. حالا میخوای چه کار کنی؟ بهشون میگی؟ نمیدونم، شاید بگم، شایدم نه. بله بفرمایید. به به، جناب مصطفی عزیز، حال شما چطوره؟ ارادتمندم. امشب
تشریف بیارید، در خدمتم. پس تا شب. کی بود؟ مصطفی بود. سلام رسوند. چه کار داشت؟ امشب دارم میان اینجا. میان هم تو رو ببینن، همین که حلقه بندازن دست پریو. تو میخوای چه کار کنی؟ بهشون میگی؟ نمیدونم. شاید بگم، شایدم نگم. بهتر بریم سر اصل مطلب. من فکر میکنم مراسم انتهای ماه انجام بدیم خیلی بهتره. حرفی نیست، اما چرا با این عجله؟ بدون شک به ثمر رسیدن زندگی سیاوش و پریا آرزوی همه ماست، پس هر چی زودتر بهتر. ببین خسرو جون، من و تو قبل از اینکه با هم شریک باشیم رفیق چندین و چند ساله هستیم، درسته؟ مطمئن باش سیاوش برای من و خانومم با پریا هیچ فرقی نداره و مطمئنیم که بالعکس برای تو هم همینجوره. بنابراین هر تصمیمی که خودت بگیری از نظر من و خانوادم قابل احترامه. پس آخر این ماه انتظار چندین و چند ساله ما به ثمر میرسه. مبارکه. مبارکه. سیاوش جان، اگر اشکالی نداره چند دقیقه بیا بیرون، میخوام چند کلام باهات صحبت کنم. ببینم خانم جان، چشم ما روشن. از کی تا الان ما نامحرم شدیم؟ ببینم، یعنی من حق ندارم با دامادم دو کلام تو خلوت اختلاط کنم؟ تسلیم، من تسلیمم. بذار آقا حرفاشون رو بزنن. من و تو هم حرفای زیادی برای گفتن داریم. بفرمی. با اجازه. من در خدمتم. با اجازه. قبل از هر کس، تو بهتر از همه علت سفر یک ساله من و پریا رو به آلمان میدونی. همینطوره، ولی فکر نمی‌کنم صحبت شما بی دلیل باشه. ببین پسرم، امکان داره پریا نتونه مدت زیادی با تو زندگی کنه. لابد به خاطر مریضی که داشته. درسته؟ درسته. خب این چه ربطی به ازدواج من و پریا داره؟ یعنی برای تو ازدواج با دختر بیمار مهم نیست؟ برای من پریا و وجودش تو زندگی مهمه. همین. برای پدرت چی؟ پریا قراره با من ازدواج کنه، نه با پدرم. حالا خواهش میکنم بفرمایید بریم پیش بقیه. میخوام کمی تنها باشم. تو برو، چند دقیقه دیگه میام. Thank you.
قدیمی ترین عاشقم را به دریا سپردم دلم را چه بی باده بان قایقم را قدیمی ترین عاشقم را پریا خانم، من بالاخره باهات ازدواج میکنم. فکر میکنی؟ فکر میکنم. من میبینی به من میگن سیاوش خانم. نه برگ چغندر. نه خیرم، هیچم برگ چغندر نیستم. گفتم که چرا متوجه نشدی؟ نه برگ چغندر. حالا هرچی، بیخیال. گوش کن پریا، به نظر من زندگی خیلی قشنگه، به شرطی که به اون چیزی که میخوای برس. خب برس. کی جلو تو گرفته؟ تو؟ من؟ بله خانومی، شما. چرا من؟ چون که تو میتونی زندگی رو واسه من قشنگ کنی خانومی. من؟ باشه، هر چی شما بگید سیاوش خانه برگ چغنده. فردا صبح با تماس میگیرم، میبینمت. پس فردا منتظرم. خداحافظ. بالاخره آخرش که چی؟ بحث زندگی دوتا جوونه، نمیشه همینطوری دست روی دست گذاشت. نه خانم جان، من نمیتونم این کارو بکنم. راجع به این موضوع حرف زدن از عهده من خارجه. از عهده تو خارجه؟ اما تباه کردن زندگی این دوتا چی؟ از عهدت خارج نیست. ببین خانم عزیز، من نمیتونم تو روی مصطفی بیستم و غرور خودم و دخترم رو خورد کنم و بگم دخترم سرطان دارم. اینو میفهمی؟ پس سیاوش چی؟ پریای من یک یا دو ماه بیشتر نمیتونه زندگی جدید رو تجربه کنه، اما سیاوش میتونه بعد از پریا زندگی دیگه رو،
آغاز کنه. کی اومدی؟ اینجا چه کار میکنی مادر؟ پریا عزیزم، اول به حرفای من گوش کن. خانم سوار میشین؟ میفهمین برسونم تون؟ دیر کردی. ترافیک بود. جریان چیه؟ بریم پارک میخوام باهات صحبت کنم. اگه قرار نبود با من حرف بزنی. از سر ساکتی. ببین سیاوش، تو ممکنه از این حرفای من تعجب کنی، اما من تصمیم خودم رو گرفتم. چه تصمیمی؟ ما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم. ممکنه بگی چرا؟ علتشو نپرس، چون نه به نفع منه نه به نفع تو. با یک کسی دیگه در میونه. آره بچه نشو سیاوش. لابد منو دوست نداری ها؟ اگه دوستت نداشتم که بهت جواب مثبت نمیدادم. حالا فهمیدی؟ فهمیدی که باید علتشو بهم توضیح بدی؟ سیاوش من بیمارم. تو صلاح نیست که با یه دختر مریض ازدواج کنی. این موضوع به خود من مربوطه. تو از نوع بیماری من اطلاعی نداری. مسئله ساده ای نیست. تو معالجه شدی، این حرفا دیگه موردی نداره. خودم هم همین فکر رو میکردم. اما چی؟ شب قبل از حرفای مامان و بابا فهمیدم رفتن ما به آلمان هیچ تأثیری نداشته. سیاوش من سرطان دارم. من به این حرفا اهمیتی نمیدم. ما باید با هم ازدواج کنیم. چی داری میگی؟ دیوونه شدی؟ آره دیوونم. آدم عاشق این مسائل حالیش نیست. ولی آینده، آینده چی میشه؟ هیچ کس آینده رو ندیده. اگه به زودی مردم چی؟ هر دو زندگی دست خداست. شاید منم با تو مردم. سیاوش اینقدر زندگی رو سرسری نگی. من مطمئنم که پدرت مثل تو فکر نمی کنه. تو قراره با من ازدواج کنی پریا، نه با پدرم. با این وجود من حاضر نیستم زندگی تو رو تباه کنم. خسته بود.
به خاطر همین زود برگشتم. مشکلی تو پیش نیومد؟ نه، گفتم که پریا خسته بود، فقط همین. آخر این ماه بعد از ازدواجتون به یک مسافرت طولانی برید، برای روحیه پریام لازمه. بابا شما میدونین که پریام مریضه؟ این قضیه رو هممون میدونیم، ولی با برگشتن از آلمان و درمانش همه چی به خوبی و خوشی تموم شده. نه پدر، مسئله به این سادگی ها نیست. پریای من سرطان داره. غیر ممکنه. متاسفانه ممکنه. حقیقت تلخیه ولی ممکنه. پس چطور تا به حال با ما حرفی نزده بودن؟ نمیدونم. ولی تا شب قبل که پریا از روی صحبتهای پدر و مادرش متوجه این بیماری لاعلاجش شده، خودش هم از این موضوع اطلاعی نداشته. مسئله ناراحت کننده است و خیلی سخت. فکر میکنم تا عاقل‌تر از این باشی که بخوای با این دختر ازدواج کنی. بله، به همین علت میخوام باهاش ازدواج کنم. احمق نشو پسر، این زندگی هیچ ثمره ای نداره. تو جوونی و تو رویا داری زندگی میکنی، ادای قهرمان قصه ها رو داری در میاری، ولی واقعیت زندگی نیست. مسئله جوونیه، زندگی توه. بله، واقعیت اینه که چون اون مریضه حق زندگی کردن هم نداره. چرا؟ با یک نفر با شرایط خودش. ولی این دور از انصافه بابا. گوش کن پسر، آتش هوس تو زود خاکستر میشه، ولی چند وقت دیگه پشیمون میشی که پشیمونی هیچ سودی نداره. ولی بابا من دوستش دارم. تبتون زود عرق میکنه. این حرفا مال قصه هاست. با موقعیتی که تو داری هر دختری آرزوی ازدواج با تو رو داره. ولی بابا اون دختر. ولی نداره. بعد از پریا ندین دختر آریان لایق عروس بودن خانواده مصطفیه. بهتر خودت رو برای ازدواج با نیرین حاضر کنی. پریا رو فراموش کن. Say no, 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 say no
سلام بابا. کجا بودی؟ رفته بودم دنبال سرنوشت. سرنوشت تو روی باد حد شده پسر جان. ولی من بادو گرفتم بابا. کافی نیست، باید دوستش داشته باشی. بابا من دوستش دارم. کافی نیست، باید عاشقش باشی. بابا من عاشقشم. دوست داشتن عاشق بودن قشنگه، ولی باید براش بمیری. بابا من دوستش دارم، عاشقشم، میبیرم براش. دره نمیفهمی؟ نظرم یاد بگیری سر بزرگتر داد نزنی. سلام، چطوری؟ وقت داری دیگه بیرون من ببینمت؟ خیلی خوب، پس من سر چهارا منتظرتم، فوراً بیا. خب خدافظ. سلام خانومی. خانومی به این زودی دلت واسه من تنگ شده؟ میدونم منتظر شدی. ببخشید تو رو خدا، من معذرت میخوام. ترافیک تهرونه دیگه، چیکار کنم؟ بی خیال دیگه. مهم نیست، بریم. آدم به کسی که دوستش داره لطف میکنه دیگه. تو داری خودت رو اذیت میکنی. سیاوش تو با من خوشبخت نمیشی. بهتر رو حرفی که زدم فکر کنی. منو فراموش کن خب؟ به نفعت. حالا فعلا ساندویچ تو بخور، بعدا در مورد این موضوع صحبت میکنم. بله چشم قربان، هرچی شما بفرمایید. سلام پدر. تا این وقت شب کجا بودی؟ با پریا بودم، با هم شام خوردیم. این دختر مریض به درد تو نمیخوره؟ در کاش مادرت زنده بود، من این زجر نمیکشیدم. Thank you.
سلام بابا. سلام. فردا جایی قرار نذار. من قرار گذاشتم بریم منزل آریان. خب برای چی به این سرعت پدر؟ از پریا چی؟ گفتم که قضیه پریا منتفیه. من فردا قرار گذاشتم. بابا پریا حق زندگی داره. چرا این کارو میکنی؟ من نمیتونم به همین راحتی پریا رو فراموش کنم. گفتم که این قضیه منتفیه. دیگه هم نمیخوام چیزی بشنوم. پس شد فردا بعد از ظهر. فهمیدی؟ بله بابا. بله. به هر حال دست تقدیر و سرنوشت ما را از هم جدا کرد. با وجود اینکه خیلی دوستت دارم اما حاضرم به خاطر زندگی تو خودم کنار بکشم. ولی پریا آخه من تو رو دوست دارم. چجوری میتونم فراموشت کنم؟ چجوری میتونم از این زندگی بگذرم؟ منطقی باش سیاوش. بهت که گفتم منم تو رو دوست دارم. اما بحث یه زندگی عزیزم شوخی نیست. مطمئن باش چون تو خودت دوست داشتنی هستی حتما تو زندگی بعدیت هم خوشبخت میشی. برو عزیزم، برو. خداحافظ. همه چیز تموم شد. سیاوش رفت. پسرم من پدر نگینو هم خوب میشناسم، هم با خصوصیات اخلاق و کاملا آشنا. او تا بار به چند تا از خواستگاری دخترش جواب منفی داده. تو باید این ادا و اصول رو کنار بذاری و کاری کنی نگین شیفته تو بشه. حالا اگر مرد این میدانی بفر و یعنی بگرد بریم خونمونو منم من در خدمتم پدر.
نه خستم، خواهم برم بخوابم. فردا تلفن میزنی؟ آره. شب بخیر. شب بخیر. سلام مامان. سلامت سر. پس چرا زود برگشتی؟ همیشه همینطوره. پس سیاوش کن، مگه شما با هم نبودی؟ چرا بودی؟ ولی... ولی چی عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟ نه ماما، چه اصرار داری من با سیاوش ازدواج کنم؟ ببین دخترم، زندگی تو با سیاوش آینده تو قشنگ میکنه. درسانی سیاوش پسر خوب و سالمیه. حالا چرا این سوالو پرسیدی؟ مامان شما که میدونی سیاوش قبل از من دختری به نام پریا رو دوست داشته و داره. خب عزیزم، اگه این چیزی که تو میگی واقعا هست، پس چرا تو رو انتخاب کرد؟ نمیدونم، ولی هر وقت سیاوش سردی میبینم سعی میکنم یه جوری خودم از زندگیش کنار بکشم.
ببین دخترم، ازدواج با سیاوش باعث خوشبختی تو میشه. من همیشه گفتم، الانم میگم، سیاوش پسر خیلی خوبیه. تو سعی کن باهاش کنار بیای، اون وقت مطمئن باشی زندگی خوب و راحت خواهی داشت. چی شده؟ پس فردا مراسم عروسی سیاوشه. مطمئنی؟ با کی قرار ازدواج کنی؟ نگین، دختر آریان، قراره به جای پریای من کنار سیاوش بشینه. وقتی پدری نتونه به آرزوی دیرینش که همون خوشبخت شدن دخترش باشه نرسه، اون وقت نمیدونم. آخه چرا فقط پریای من؟ چرا؟ سیاوش زندگی جدید خودش رو شروع میکنه، اون وقت پریای من مثل شمع جلوی چشمای من داره آب میشه و معلوم نیست که این زندگیش تموم میشه. Say it all, say it all, say it all, say it all.
ماشاءالله خوشگل شدی. خیلی ممنون. ساعت پنج دوم چه نمونه دوباره؟ الان که پیدا شمشه. خیلی ممنون. تبریک عرض میکنیم. انشالله خوشبخت باشید تو زندگی. متشکرم حضرت جان. آرزوی توفیق داریم. قابل نداره. بفرمایید. اختیار دارید. سیاوش سلام. حیفم اومد که برای آخرین بار با تو حرف نزنم. خودت خوب میدونی که من جز خوشبختی تو هیچ آرزویی ندارم. اما احساس میکنم عمر من به زودی تموم میشه. فردا، دو روز دیگه یا شایدم همین امشب. سیاوش من نمیخواستم که زندگی تو تباه کنم. برای همین خودم رو از زندگی تو کنار کشیدم. به هر حال دست تقدیر و سرنوشت یه روزی ما رو از هم جدا میکرد و تو اون روز خیلی از لحاظ روحی صدمه میدیدی. ازت خواهش میکنم که منو فراموش کنی و با نگین زندگی خوب و شیرینی رو شروع کنی. منم برای زندگی تو و نگین آرزوی خوشبختی میکنم. کسی که تو رو از صمیم قلب دوست داره، پریا. سیاوش، سیاوش، ناراحت نباش عزیزم، از این اتفاقات زیاد میفته. خسته نباشید. سلامت باشی. امشب هوا خیلی سرده. رادیو اعلام کرده 10 درجه زیر صفر. بله خیلی سرده. شب بخیر. شب بخیر. عزیزم
خانم بفرم برسونم بهتون. برو ببینم اگه خواهر مادر نداری عجب آدم هایی پیدا میشن. خیلی ممنون. سلام، سیاوش هم با پریا کار داشتم. رفت بیرون. من بخواهم کمی راهپیمایی کنم. میای تو؟ نه مرسی، مزاحم نمیشم. میرم شاید پیداش کردم. خداحافظ. خدا نگهدارت دارم. سلام، مصطفی هستم. خوش اومدید، بفرمایید. مرسی. چاورم رفت، عروسی هم به هم خورد، دیگه هیچ برای گفتن ندارم. خسرو جون، اونو از بچگی با هم بزرگ شدن، بذار خودشون با هم کنار میان. نمیدونم، شاید تو درست میگی. پس فردا منتظرم. خدا حافظ. من باشه هرچی شما بگید سیاوش خانه برگ چغنده. Thank you.
تو داری خودت رو اذیت میکنی. سیاوش تو اون وقت خوشبخت نمیشه. بهتر رو حرفی که زدم فکر کنی. منو فراموش کن خب؟ به نفعت. حالا فلان ساندویچ تو بخور، بعدا در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم. بله چشم قربان، هر چی شما بفرمایید. تو از نوع بیماری من اطلاعی نداری. مسئله ساده ای نیست. شب قبل از حرفای مامان و بابا فهمیدم رفتن ما به آلمان هیچ تأثیری نداشته. سیاوش من سرطان دارم. سلام پدر. سلام پسرم. پیداش کردی؟ سیاوش. بله پدر. متاسفم.
مادرت خیلی دوست داشت دامادی تو رو ببینه. روز بعد این خبر در روزنامه ها منعکس گردید. شب گذشته دختر جوانی که مبتلا به سرطان بود در یکی از بوستان های تهران از شدت سرما جان باخت. نام او پریا بود.